بردن نشان طلا. اکنون دوستان عزیز فرصت فرار است تا رقابت ورزشگر تاجیک پدیده نوروستا در صحنه رقابت های جهانی را با هم ببینیم. شهباز سعید ابراروف از سمت چپ تصویرهای ما و شما، ورزشگری که در رقابت های گرند اسلم تاشکند در سال 2021 اولین قدم های خود را برداشت و در اولین حضورش در آنجا حریفان سرشناس خود را حیرت زده کرد و تا برای به دست آوردن نشان برنجی هم شانس پیدا کرده بود. فعلا تماشا کنیم. اکنون این دویومین اشتراک ورزشگر ما در فصل های جدای جهانی در گرند اسلم هست. او در برابر کمران نوری لایف، یکی از همون ورزشگرانه که در گویم گرند اسلم تاشکند خیلی خوش درخشیده بود و همین نورولایف کمران ورزشگری بود که همین سعید ابراروف در گرند اسلم تاشکند در راوند اول بر او پیروز شده بود در مدت 7 دقیقه و 35 ثانیه در گلدن سکو. اکنون ببینیم روش ها و آن شناخته که از همدیگر دارند آیا تغییر کرده است یا نه. ورزشگر ما با داشتن جفت آستین حریف در حال اجرای اصول می شود و نخستین شده ورزشگری و ببینید زیدی حمله بسیار خوبه کرد سعید ابراروف، اما داوران خاموش هستند. این هم هنوز آغاز کار است. در دوری اول شهباز سعید ابراروف هموطن همین حریفش شرافالدین لطف‌اللهیف یکی از چهره های ناموشنا و ببیند ایپان وزاری میگوید، داور مرکز وزاری میگوید و این هم شانسی خوبه هست تا سعید ابراروف را در مرحله نیمه نهایی رقابت ها ببینیم. امروز با آرزوی موفقیت و ورزشگر نوکار و پدیده نوروستا در صحنه رقابت های جهانی، دوستان عزیز این رویداد مهم ورزشی روز رو با هم پیگیری خواهیم کرد. یک مراتبه دیگر پرتاب بالای شانه با تکنیک دستان. بیشتر از 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و یک قدم دیگر برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی برای ورزشگر تاجیک شهباز سعید ابراروف. شهباز سعید ابراروف فقط اشتراکش از مسابقات سطح بین المللی، اما ببینید اینجا یک چرخشی که داد ورزشگر ازبکستان بسیار خطرناک بود و آرزومندیم برای شهباز هیچ آسیب نرسانیده باشد. سمتی گرفتن یا پرتاب کردن را تغییر داد شهباز، اما ترک مشاهده کردیم یک مراتبه دیگر. اما ایپان میگوید داور، ببینید زیدی حمله. اینجا دستی شهباز لات خورده بود و به همان سمتی که واقعا برایش رقابت کردن مناسب نبود کامران نوریلایف حمله کرد و همین ترتیب داور مرکز از برزیلیا دو سانتوس هم فورا ایپان گفت. اما در حالی که دست او اگر لات برداشته باشد، آیا رقابت برای به دست آوردن مدال برنجی در شانس دوم رو